حتما برای شما پیش اومده که دور موتور ماشینتون از 3000 تا بالاتر نرفته، یا اینکه وقتی دارید توی اتوبان رانندگی میکنید توی دنده 5 سرعت ماشینتون از 120 تا بیشتر نرفته. اگه میخواید بدونید دلیل این دوتا عیب چیه، با ما تو ادامه پست همراه باشید. سلام، حسین نصیری هستم. امروز میخواییم در مورد علل بالا نرفتن دور موتور از 3000 RPM توضیح بدیم. امکان داره واسه شما هم پیش اومده باشه که دور موتور خودروتون از 3000 بالاتر نره و سرعت نهایی هم از 120 تا بیشتر افزایش پیدا نکنه. چه علتهایی میتونه داشته باشه؟ همونطور که میدونیم سنسور دور موتور سنسوری هستش که دور میلنگ رو برای ما اندازه گیری میکنه. این سنسور دور موتور. خب اطلاعات این سنسور نیازه که ECU بدون الان میزان دور موتور و موقعیت میلنگ چطوره. زمانی که این سنسور به هر دلیلی خراب میشه، قطع میشه، ECU دیگه نمیتونه برای ما دور موتور رو اندازه گیری کنه و موتور خودرو رو روشن کنه. در یک سری از خودروها ما سنسور میل بادامک داریم، یعنی خودروهای جدیدمون همشون میل بادامک رو دارند سنسورش رو. سنسور میل بادامک سنسور کمکی سنسور دور موتور، یعنی این دوتا با هم دور موتور رو اندازه گیری میکنن و موقعیت میلنگ رو به صورت دقیق پیدا میکنن. زمانی که سنسور دور موتورمون فیل میشه، خراب میشه به هر علت، سنسور میل سوپاپ میتونه تا یک میزانی دور موتور رو برای ما اندازه گیری کنه. به علت ساختار خود سنسور میل سوپاپه که نمیتونه دورهای بالا رو برای ما اندازه گیری کنه. خب اگه سنسور دور موتورمون خراب بشه، ما میتونیم با سنسور میل سوپاپ خودرو رو راه بندازیم، ولی مشکلی که پیش میاد دور موتورمون از 3000 RPM افزایش پیدا نمیکنه. افزایش پیدا نکردن دور موتور باعث میشه که با توجه به ضریب دندمون توی دنده 5 در اتوبان سرعتمون هم از 120 افزایش پیدا نکنه. علت بعدی که باعث میشه سرعتمون از 120 بیشتر نشه سنسور سرعت خودرومونه. سنسور سرعت خودرو اطلاعات سرعت چرخ و گیربوکس رو به ECU میده. زمانی که این سنسور هم خراب بشه دوباره سرعتمون از 120 افزایش پیدا نمی کن. پس در حالت کلی اگر دور موتورمون از 3000 تا بالاتر نرفت یا سرعت خودرومون از 120 کیلومتر در ساعت بالاتر نرفت، سنسورهای دور موتور و سنسورهای سرعتمون اولین چیزی هستن که باید بررسی کنیم. امیدوارم که این توضیحات به دردتون بخوره.